رفیق دارم 9 تا که یا اسم بچه هاشون آریا است، آریا میگن، و یا اسم زنش یا دخترش یا مادرش آریان هست. آریان برای زن به کار میبرن توی پاریس. فقط دوست منن، چند سال با هم قضا میخورن، یهودی هم هستن، هر سال میرن برای زیارت اسرائیل. یعنی یهودی میدونید که هم تبار داریم هم دین، دینشون هم قویه، دین یهودی دارن. همین رو بحث رو من وقتی در کنیسه کوپرنیک، مشهورترین کنیسه فرانسه پاریس است، نزدیک برج ایفل، کردم در برابر برنارد هانری لوی که یک کتابی نوشته بود به توصیه عربستان سعودی و ایران، بعد اونجا گفته بود که آره ایران و 70 سال رضا شاه آورده ایران، نیست باید بگن پرس، بگن فلان، بگن نه. من با شدم و تنها کسی بودم که بلو 500 نفر صحبت کردم و بهش گفتم آقا جان، من کسی هستم که در این فرانسه و جهان از 45 سال پیش، گفتم انجمن فرهنگی فرانکو پرس، ما پارسی هستیم، پرس ست میلان دو سیویلیزاسیون، پرس 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 گفتم میگم و خواهم گفت. اما اون که تو میگی دروغه که ایران پرس بوده ایران نبوده. گفتم ایران از تو شاهنامه که 1000 سال پیش گفتن، تو منابع تاریخی حتی یهود به نام ایران شلخته شده، اما آریاس. یزدان سوگوهای حسن این آدم ها اینه. گفتم من تو میگی یکی تو کردستان عراق به تو این اومده گفته که این پارس پرس، میگیم تاریخ برو بگو. و این کتابشه که خیلی هم صدا کرد فرانسوی، بهشون پذیرفت حرف من. همونجا وقتی که تموم شد، ما اومدیم بیرون تو خیابون، 4-5 تا نفر که از خانواده ایرانی یهودی بودن که اونجا بودن اومدن پیش من، گفتن تا چه حرف دین ما رو زدی؟ رضا شاه ما رو نجات داد، رضا شاه به ما پاسپورت داد، رضا شاه چیکار کرد، رضا شاه چیکار کرد، شاه چیکار کرد، اینا نمیدونن تو چه خوب گفتی. فهمیدی؟ از آریایی بنی هاشم میترسه نه یهودی. حالا اینجا دارید خوب گوش کنید، من میخوام سپاسگزاری کنم از کنفدراسیون یهودیان کالیفرنیا، لس آنجلس. اونها هم در رابطه با همین صحبت برنارد هانری لوی، اونایی که من گفتم فلان اینا، همون سال چند سال پیش بود، برنامه هم دور زمینه رفتیم، هست هم به فرانسه هم به فارسی. کنفدراسیون یهودیان عزیزم در کالیفرنیا نیز اعلامیه دادن و تجلیل از رضا شاه که چنین سخنی درست نیست، آریا نام ایران بوده و غیره و غیره، کرام منتشر کرد. از آریایی بودن تازیان میترسند، چون خدمتی نرسیده از همون اول تا الان، از همون اول تا الان، و بعدم اینا همه پولا رو اینا دارن خرج میکنن ضد ایران. اونی که براتون گذاشتم که انگلیس ها میگن که بایستی، 10 بار گذاشتم دیگه، انگلیس ها میگن ما بایستی عربستان سعودی رو تقویت کنیم، چون ممرزاشا به ما وجود کود باج نمیده و اینا، و اون رو تا و پولا رو همیشه اونا میده، ولی وقتی استخدام میکنه، خب امکان داره شرط یهودی رو هم اینا استخدام کنه، داره تلویزیون رو یک رادیو بری. یهودی اگر هویت داره، مسیحی اگر هویت داره، هر دینی آیینی کشور یک پستی بهش دادن، یک جایی داره، اون قاطبه اونا که نیستن، که قاطبه اونا نیستن. حمله اخیر، من مخالف حمله به ایران بوده و هستم و خواهم بود، ولی حمله اخیر اسرائیل اینو نشون داد. خودشون میگن 4 نفر کشته شده، برای ما 40,000 نفره با توافق هم شد اینا، ولی میتونست بزنه تمام زیر ساختار اقتصادی رو نابود کنه. بعدم برای زدن خامنه ای هم که تو امام جمعه، که این آقای مناشه امیر گفت، مناشه امیر یک مشاور امنیتی و وزارت خارجه اسرائیل، آدم مهمیه، کم آدمی نیست، فکر نکنید کم آدم. خود ایشون اومد تو مسابقه که با چیز میکرد گفت آقا ما اون نزدیم خامنه ای رو روز، به خاطری که همون تمام صفحه اولش اینا آدمای ما بودن. خب بهم گفت اگه نمیزد خب باشه مسئله نیستی. خب این تازیان هستند که از
قدرت و عظمت و شوکت تاریخی ایران میترسن تا الان. شما نمیدونی خب بگم چرا میترسه تازی؟ بعد میگه یهودی ها میترسن، چون یهودی قدرت داره. میدونی که همه تون میترسین، همه تون غلاف میکنین، نمیان میگه من آریایی هستم از نسل آفتاب، از شبد ماهتاب، از اوج قله های سرفراز، از قعر دره های دلفروز. مسعود سپند عزیزم اینو گفت، یادش بخیر، رفت تاجیکستان. وقتی برگشت گفت اوستا تو راه همجه که ما رفتم یک شعر گفتم بیاد تو، بیاد همه این آریایی را، بیا اونجا هم خوندمش. امام علی رحمان خوشش آمد. بعد امام علی رحمان رهبر تاجیکستان، رهبر ایرانیان جهان، دستور داد این من آریایی هستم رو که خانم مریم جلالی عزیزم خونده، دستور داد به ارکستر سمفونیش اجرا کرد و ارکستر پلیس تاجیکستان اینو خوند، من آریایی هستم. این تازیه میترسه، تازیه یهودی با قدرت آریایی، اصلا خودش یهودی آریاییه، 30 قبر بزرگانشون تو ایران همشون یهودی هستند. شوش برخواسته از دریای کاسپیان، کاسپیان هر چی یهودی تو دنیا از کاسپیان میاد، یکی از تبارهای آریایی ایرانی هستن اینا. حالا فارس و کرد و بلوچ و ارمنی و لوری و بختیاری و لوریار بگردم، لورا رو ببینی روزا، ببینید همتون لور شید، برید همه تون قهرمانی، برید همه تون کرد شید. خب حالا شما ببین ایرانی آریاییست با همین خوشگلیایی که میبینید، این خوشگلا، این زشتا هم که میبینید بنی هاشم هم دیگه، بنی هاشم تازیان، زیبایی و زشتی تو ببین. تازه اینها اینقدر شیفته آریایی ما هستن که اولا خیلیشون زن ایرانی گرفتن، یعنی در اکثر کشورهای خلیج فارس دخترای ایرانی زن عرب ها شدن، خیلی زیادن. برنامه منم میبینم به شوهرشون فارسی هست. از اون طرف اینا حتی آدمای خودشون رو که میخواستن نقاشی بکنن در طول تاریخ استثنا نداره، همشون خوشگل و چشم آبی و چشم سبز و رنگی بودن. این مثلا امام علی نگاه کنین، این تصویر اصلیشونه که تو موزه لندنه، اون تصویری که اینا ساختن چهره آریایی و تمام ائمه شیعه رو اینا به چهره آریایی ساختن. اینا سوخته بودن تو صحرای عربستان سودی اونجا بودن دیگه. بابا که تصویر امام علی و امام حسینشون هست، حسین هم هست دیگه، نمیخوام چونش اینه که اینا کشیدن تصویر آریایی است، اینا سردار آریایی ایرانی هستند. بس که الان بچه های کارار میکنن تو اینستاگرام فیلم های یک دقیقه درست میکنن، زنای خوشگل قد بلند ابرو کمند آریایی، اونا آریایی اینان. تا الان هم کس از آریایی بوده؟ اینا ترس دارن، وحشت دارن، میترسن. به خاطر اینه که میگن بگید شما آریایی نگی، آریایی نگی، آریایی نگی، یهودی ها. بعد نکه اینا خودشونم آقا عرب بسیار میشناسم، مسلمان بیشتر، من اینجا میشناسم، شما هر جا دنیا هستی میشناسی. تا یک کاری چشکیر میکنه، یک دکتر رو خوب میخواد بیا بره به اسرائیل، الان آخونده انقدر میرن اونجا چجاشون عمل میکنه، رام نمیدیم. یک وکیل خوب میخواد مخالف رو اینستاگرام و فیسبوکش اینا رفته با حزب الله یا کلی هم فوش داده به یهودی و فلان اینا، انقدر خره که میدونه، نه اون میدونه که یهودی کارش رو درست انجام میده، کار مخالف تو پول تو بده و کارش رو درست انجام میده، نمیگه که تو با ما دیروز چی گفتی. خود اینا چون قدرت و توانایی و صداقت و اونت یعنی میفهمن، همه کاراشون رو گناه میدن تا یک کنترل مالیاتی میشه، بیا که حسابدار یهودی پیدا کنیم. یهودی خب چون کارشو خوب انجام میده، خب اینها چون این قدرت رو این فلان رو میدونن، میگن که نگیم که ما عرب های تازی سهراگرد بنی هاشم مخالف واجه من آریایی هستم، تازینه هستیم، بگیم یهودی ها به خاطر پدرسگ بیشرف هیتلر و آدولف میزن
بابا اصلا خودش قیافش نگاه کنین، او قیافش نگاه کنین، اون میاد که هرجایی باشه وقتی که او کاری کرد. بعدا با عرب ها ساخت، با آخوند عرب ها ساخت و تحت تاثیر اونا میخواست از یهودی کشی را بندازه مثل صدر اسلام. و بعد او اوایل که میره زندان و همین مرتیکه جنایتکار میره جنایتکار میاد بیرون و فلان اینا، آقا بارها فینانس پول میگیره قرض میکنه از یهودی ها به خاطر انتخاباتش، هنوز اعلام نکرده چه گویی میخواد بشه، پول های هنگفتی میگیره از بانک ها و از کمپانی ها و فلان اینا که یهودی هم چشون هست. بعد وقتی که به قدرت میرسه این پولا رو باید پس بده، نمیده. برای که پس نده میگه اینا پول پرست، میگیره مد بکشیمش. این مسئله شخصی بوده، دیوانه روانی بوده، یه کاری کرده. یک به آریا مره، آریا هم که میگیره به خاطر چیه؟ به خاطر که آلمان، آخه آلمان شما این هم نمیدونی، جرمن. استاد فریدون جنیدی در این رابطه یک کتاب دارن، مهاجرت آریایی ها، بخونید. استاد فریدون جنیدی بر این باورن که گرمان، گرمان یعنی همین کرمان، گاف ندارن عرب ها، میگن کرمان به ما. گرمان جایی که گرمه، مهاجرینی که میرن به میان به اروپا میشن گرمان، جرمن. این جرمن ها ایرانی هست. استاد فریدون جنیدی بزرگترین استاد تاریخ ایرانه. ایشون صدها کتاب رو نظارت بر نوشتنش داشته، صدها دانشجو رو سافریده و و و و و فریدون جنیدی خودش بوته. برید ببینید که ایشون میگه، میگه سپاهان در سروده دکتر مصطفی بادکوبیان بود که میگه سپاهان یک سوی خراسانی یک سوی سپاهانی. سپاهان یعنی همین اصفهان و اصفهان همون اسپاین، میگه اسپانیایی ها و مهاجران اینجا هستن. ایرلند ایر، اما ایران استان ایران، ایرلندی چرا اینقدر ایرانی ها رو دوست دارن؟ و دیگه تو بگیر اروپا مهاجران آریایی ایرانی هستند، نه اینکه در فلات ایران هند و اروپایی اومدی. چرت تازی هاست، باز چرت بیگانگان، چرت رومی هاست، دروغ است. هند و اروپایی ما نداریم، هند و اروپایی ما نداریم، آریایی داریم. آریایی ها مهاجرت کردن از فلات ایران به این جا اومدن. اینا رو دکتر فریدون جنیدی کتاب شو بخون. بعد ولی این عرب ها تفلی ها که چون تو صحرا و اینا خاک و خل و اینا سیاه سوخته و بران بودن، میبینید که حضرت علی رو اجری میکشن، بقیهشون هم همینجور بودن. حتی مسیحیان عزیز، مسیح میدونید که مسیح فرق میکنه، عیسی مسیح از خودمونه، بچه ایران. عیسی مسیح تو ایران تحصیل کردی، در رابطه هم باز نوشته و هست سخنا بهت ببینید. ولی با همینا عیسی مسیح هم یهودیه دیگه، شرقیه، موهاش فرفری بوده، چهرهش هم سیاه سوخته بوده، چون صحرایی بوده، چون از اونجا ما رفت مهاجرت کردی. الان شما ببینید تمام تصویری که از 98% عیسی مسیح است، بلوند و موهاش رنگی و خوشگل و فلان اینا، بگن آریایی میتونیش بودن، آریایی. خب اون هیتلر بیشرف، چون میبینید اینها در اروپا ضد یهودی هستن و تون اروپایی خیلی ضد یهودی هستن، اروپایی ها جنگ های زیادی ضد یهود کردن، قتل عام های زیادی ضد یهودی کردن. اصلا قرون وسطا جنگ هایی که شروع میشه، صلیبی ها که اینا میرن میخوان بیت المقدس رو فتح کنن، میخوان از یهودی ها بگیرن. یهودی کشی اینقدر اینا رو انداختن در طول تاریخ، همین غربی ها. ولی یهود کسیه که نمیاد هی بگه. الان هیتلر هایی میگن آخرینشه بهش یکی رو بستن اینا، ولی بقیه رو نمیگن، نمیگن چه بلایی سر اینا آوردن. حماس که آخرینش نبود که لفظات